خب میخوایم حالا که اینقدر پر گفتیم بچه ها شروع کنن؟ آره آره. نه خب من نمیدونم شما چه جوری میخواین چیز کنین که ما میتونیم چیز کنیم. همینش جالبه دیگه. اوکی. نمیدونم. آره آره شما این آخرین قسمت اصلا متفاوت میشه. شما شروع کنید. باشه. اوکی. آره بریم. از تام 20 سوال دارم. چرا همه از من سوال دارم؟ اولیش. شما به هر حال یه سمت خیلی مهمی در مجله پل داری دیگه. میخوای خود توضیح بده بگو چه سمتی داری اول که بچه‌ها بدونن. الان که اینجوری سوال میکنی من هیچ سمتی ندارم. چرا؟ میدونی همون که میدونی داری رو بگو. گلا رو آب میده اونجا. من ایرانی پرودوسر اسم خارجیش میشه، ایرانیش چی میشه؟ تو قسمت در واقع تولید محتوا من مدیر تولید محتوای مجله. یعنی اینکه محتوا بعد از زیر نظر شما رد چه، شما تایید میکنی چی بره چی نره. خیلی دیگه از دوستان البته کاستینگ ویدیو رو بله ممکنه بذار ارشاد مجله پول. حالا اگر به خودت بود از دو تا شخص بعد نام ببری از کسایی که رو کاور بودن تا حالا کیو نمی کردی الان که فکر میکنه میگی که مثلا اینو خوش نمی کردم. چرا دوتا حالا بابا یکی یه نفر نه این یکی دیگه شرط داره. یه نفرم از کسایی که توی مثلا رو کاور نبودن ولی توش حالا یا ازشون چیزی نوشتین یا باشون مصاحبه کردین یا از این خیلی سنگین اومدن. خیلی بد اومدن. خیلی سنگین اومدن. خیلی خوب واه اتاق فکر داره بابا نمیدونیم اگه ببین یکی از دلیل یکی از کسایی که کارت رو راحت کرد اصلا دلیلش این نیست که من خوشم نیاد کلا حرفه‌ای آخه دلیل نداریم آها ندارم اوکی الناز گلرو از کاور بعد عرضم به خدمتت که ای الناز گلرو قطعا از اون کاور برداشته میشد چون داری دو بار گفت جدید این اتفاقو میگی الناز گلرو رو برمیداشتم از روی کاور و خدایا نکن این کارو با من کیو بگم چقدر سنگین اومدی نامردا با امیر حسین افتخاری امیر حسین افتخاری الناز گلرو جفتشون هم از کاور گفتی یکیشون میتونستی از تو بگی یکی از موارد چیزای تو من میتونستم یکی از تو بگم بابا گفتم یکی حالا که دوتا از گفتم دیگه من فکر کردم منظورت اینه که دوتا بیرون یه دونه تو یکیشو کاور می‌خواستم بعد تو برنامه خدا یا مرسی اگه می‌خوای میتونی امیر حسین افتخاری رو با یه نه دیگه قربونه دوتا از گفتم کاور قربونه زرنگی کن خیلی خوب حالا میریم سراغ شما حالا که اینجوریه من شروع می‌کنم سنگی من هستم نه علی توی سوال تو آروم باش هیچ مشکلی نداره واسه چی خدا بشو من فکر نکنم کلا علی خطری تو کردین چتی ببین سیبیل گذاشتم که یکم مدارا کنم من اصلا دادم برای کار نمی کنم خب صدام ترجیح میدی که میکاپ آرتیست اکسکلوسیو یک دیوونه اینترنتی باشی به انتخاب خودت و باید بگی کی اگر این طرف سوالو قبول میکنی خب یا 6 ماه برند الناز گلرخ رو صبح تا شب باید تو اینستاگرامت پروموت کنی. دسوکوت. نه دارم فکر میکنم. برند الناز گلرخ رو تبلیغ میکنم. خدا وکیلی. آره چرا که نه؟ بیا دایرکت. الناز جان من بیا دایرکت. شما رو از کامر اضافتم پایین ولی به جاش یه ولی به جاش رفتی بالا دوباره کارما رو دیدی؟ آره خیلی خوب خدای با دیوونه های اینترنتی من آبم خیلی سجوم نمیده ولی حالا خب جلوتر کارتون داریم آره سناریو نوشته پاشو فکر کنم آره بابا بریم بچه ها شما بریم شما اومایی باز میگه آخه علی اینو بگو ببین مال من داستانیه یه جورایی من اینجوری دوست دارم نوشتم نیست خب خوبه علی بعد بیاد التون جان و فرانچسکو دوتی یه پارتی میگیرم بزم شدید کجا تو الی خب یکی از این منشنای الی شما رو دعوت میکنن اکسکلوسیو براتون بلیت میفرستن میرین الی بزن و بکوب و دیگه برقص و اینا همونجا با کایلی جنر آشنا میشین اونجا تو اون مجلس حضور داره جفتتون
میره کنار و خلاصه شروع میکنی شما با آشده آشناییت و فلان این حرفا یه رو بی بی سه جان تهش چیه وقتی میگه که من خیلی از شما you are so cute و اینا خلاصه این داستانه که میگه خیلی دوست دارم بیشتر با اتون آشنا بشم ولی من یه نکته رو باید بهتون بگم. من مبتلا به بیماری کرونا هستم که به خودم آسیب نمیرسونه ولی به شما یا هر کسی دیگه که با من ارتباط خیلی نزدیک داشته باشه آسیب میرسونه. آیا شما میخوای بیشتر آشنا بشی با ایشون؟ میدونی کرونا 3-4% میکشه، تلفات میده و ممکنه مریضی مثلا خوشی. یا اینکه میگی خدا بس برمیگردی استانبول. التون جان و اینا با ما کاری ندارن نه؟ نه التون جان فقط دعوتت کرده. آنچه التون جان بالاخره خب سابقه خوبی داره تو این قضیه. آره من نه باشه التون جانه ولی مثل سیفیم. آره مثل که از اون بر سیفیم. آره نه من اگه فرد اون بر سیفیم فعلا سیفیم ما هم برای داستان داریم. ببین من اگه مرزا باز باشه خیلی راحت برمیگردم استانبول با یه پرواز کاملا. نه من بر نمیگردم. من این چند روز این بازی ما کردیم باورت میشه این چند روز خیلی این سوالو شبیهشو پرسیدیم. تو درصد مرگ همونجوری که گفتی خیلی پایینه. من مرگ یک بار شیون یک بار ببین این ضرب مثلا کندالم یک بار کندال ولی پاشا چیزو کایلی شاید پاشا برمیگرده. نه این با کندال اشتباه گرفته بودا. نه شوخی میکنم من برمیگردم. حالا بگو هرکی تو دوست داری برمیگردی. آره تو بمون دیگه داداش با هم رفتیم. من هستم تو بمون من کارا رو اینجا دارم. دمت گرم کامبیز که موند و به قول معروف موند و خوند. خب بریم سراغ هر دو. این سوال از هر دو بچه اینو تصور بکنین که 3 در به شما میگن. این 3 در هر کدوم یه کاری برای شما انجام میده. یه در اینه که اگه اونو باز بکنی مارک زوکربرگ پشتش وایساده، رئیس فیسبوک و اینستاگرام و اینا، میگه که بالاترین ایمپرشن اینستاگرامو میده به شما تو کل این داستان. در دومو اگه با کنی واکسن کرونا اون پشته، یعنی شما این داستانو کشف میکنی که دیگه مردم راحت شن. منم راحت میشم سوال تو هم راحت میشم منم برنگردم. بعد در سوم اگر باز بکنی علی باید با 10 از طرفدارای دختر صدف نفری 10 فرنچ کیس کنه. یعنی احتمال های مدلیه. تو فقط میتونی 1 در رو باز کنی. آیا این ریسکو انجام میدی که این در رو باز بکنی یا نه؟ یکی از این 3 آپشن بهت میفته بالاخره رندوم اگر انتخاب بکنی. من قطعا در رو باز میکنم. دلیلم بهتون میگم چرا. به خاطر اینکه اون البته اون گزینه اول خدایی خیلی چیزی بر من نداره چون که آره نه خب در بچه اینترنشنال در نظر بگیر. آره حالا آره در اون چیز خیلی خوب میشه ولی اون که خب خیلی خوبه. واکسن کرونا هم که عالیه. حالا علی 10 رو 10 فرنچیز کنه به جای فکر نکنم بر رو. نه اون خوب نیست. من مشکل پس تو این ریسک رو قبول میکنی که این درار سنگی من باید 10 بچه بیوتی بیان دایرکت. 10 بچه بیوتی بیان فرنچ کیس اتفاق درش نمیفته. خب بفرمایید. برو سلام. خب برو برای چون از کرونا ترسید داره. خب بریم برای کاسمون شام بخوریم تو این وضعیت دیگه زشته. چی جان ببخشید. من گفتم بحث کرونا شد یه بده بچه‌ام بخورم بابا قرص. بچه می‌خوام قرص جوشان داره. قرص جوشان می‌خورین؟ آها. آره. بده اگه داری بده. یا از اینجا می‌تونی بگیری؟ بنداز تو دستا. بیا بگی. دوشه جان بزن چون آبم داریم میتونیم بندازیم به سلامتی شما. فاصله ها خیلی کوتاه شده پاشا جان به خدا. آره به قرآن این دلیل جدید اینستاگرام چند روز اومده و بچه ها در جریان ها میتونیم جس اینجا به جا کنیم دیگه پول پست و اینام ندید اینجوری حداقل در چهارم این فکر کنم در چهارم رو باز کنید یه سی در ببرم ولی خدا حالا این خوبه ها در کل که مثلا قرص جوشان بخورینا ولی به نظر من اگر که مثلا میتونی آدم طبیعیشو بخوره بهتره. مثلا پرتقال خودش پره
چیز دیگه میخوای پرتغال بدادم؟ بده نظرم. آره بذار تو بگی میخوای. دست درد نکنه بزنیم پاشم اینو امروز واقعا. دمت گرم راست میگی خیلی ورسیشون بهتره واقعا. بعدا صبح آب بگیر واقعا. دست آقای زاکربرگ دست در دست خدا دست برای دست علی اینو بچا سراغ سوال آقا بریم. من سوال ما اوکی آقا یه کامبیز عزیز با اینکه واقعا ندیدم ولی خب قلبا سرور دارم بیماری تناسلی میگیری شما متاسفانه چه من ریپلای همه مریضی جنسی رو گرفتم چه این بیماری چیزت سیاه میشه میفته خشک شد خشک میشه و میفته دکترها میگن DNA رفیق عزیز پاشا به شما میخوره تنها راهی که تو شما بتونین داستان رو ریکاور کنی و بعد برگردی و این حالت اینه که 50% از چیز ایشون رو خب ما بهش دونیت کنن ایشون و بدن به رفیق عزیزشون یعنی با هم خوشحال ادامه بدیم به زندگی. پاشا عزیز شما این کار رو میکردی یا نمیکردی؟ و برعکس حالا یعنی از لحاظ ترکیب بندی و اینام نصف میشه دیگه قضیه دیگه. آره همین دیگه 50% داداش تو تنها حالش رو بر اونجوری به درد نه تو میخوره نه من داداش خودش راضیه دیگه من چرا میخور خودم رو تو مزیقه قرار از هیچی بهتره ها بالاخره بعضی هستن همینجوری به دنیا آمدن این فرضیه رو موافق نیستم که از هیچی بهتره منم تو این مورد خاص مخالف این قضیه ام من دیگه میگم داداش رفاقتمون جدا ولی من فنا میشه وای عجب شانسی داری عجب شانسی یعنی تو هم نمیدادی کامبیز اگه جای پاشا بودی؟ من راضی نبودم نه اصلا ما واقعا آره روی این قضیه ما با هم کنار اومدیم مهم رفیقیت نیست مهم کمیته ببین اگه بری تو بحر داستان رفیق واقعی اینا دوست داره با معرفت که میگه رفیقم ولی ببین ما انقدر مطمئن بودیم که شما جفتتون میدین اون 50% و اون یکی میگیره که سوال بعدی رو بر اساس این طرح کرده این نداره حالا واقعی اونو مالیفای میکنیم یه سوال سوخت دیدی حالا من میدم سراغ علی جونم اخ جونم بگو آره حالا جالب اینجاست که باید بگی که اگه قدرتشو داشتی که یکی از حواشی حالا فان یا چیزی که بالاخره چون حاشیه هایی که برای شما هست خنده داره کلن دیگه خب اگه قدرتشو داشتی یکی از حواشی که واسه صدف تا امروز هست و حذف کنی باید بگی چی بوده یه حاشیه که درست شده رو کلن از تو پرونده حذف میکنی اوکی. یه حاشیه که به نظر من واقعا خیلی عجیب غریبه که میگن عموی شما پدر شما عموت نمیدونم وزیر بوده تو ایران و معاون وزیر و خلاصه کانکشنی میگن توی ایران و سپاه این برنامه ها داره در صورتی که اینجور نیست و خب برای من خیلی عجیبه که هنوز مردم اینو تاکید میکنن که این داستان مثلا ممکنه هست بلای اینا در صورتی که نیست این حاشیه خیلی نگفت این پارتی داریم بابا صدق رونق عموی بیچاره من بعد مثلا این عکس این آقای محترم خب آخه مثلا بالاخره فامیلیش با ما یکیه دیگه حالا بر حسب چیز عکسشو من به عمو میدم مورد رو میگفت یعنی واقعا این آخه من از بالشی هست دیگه ایوه اینو رعایت کردیم و بریم سراغ سارش بریم بعد خیلی پاستوریزشو میشدین شما من الان این سوال رو میپرسم از صدر بچه ها باید بپرسن تو گفتی آه ببرم از علی پرسیدی میتونی هم از من حساب نمیشم خدا رو شد شمایی اوکی ترجیح میدادی که پسر بودین جفتتون و با ندایاسی ازدواج میکردین یا دختر میشدین با استاد باقری ازدواج میکردین ندایاسی آره خدایی فکرشو میگردی این جواب دیگه استاد حدود میومدی خونه میگفت ببین سوسیسه این سوسیسه ببین نیمه پر لیوان رو هم میبینم نیمه پر لیوان اینه که حداقلش کلی با هم میخندیم دیگه آره بریم برای یه سوال بعدی خب من این سوال از صدف میپرسم ببین 3 موقعیت بهت میگم و 3 اسم تو این اسما رو باید بچینی توی این موقعیت ها
موقعیت اول اینه که یکی از این اسما میتونه 6 ماه تموم لحظه های خصوصی زندگی تو رو ببینه. موقعیت دوم 6 ماه تو میتونی تمام لحظه های خصوصی زندگی اون آدم رو ببینی. موقعیت سوم اون آدمه 6 ماه میل جنسیش رو به طور کامل از دست میده. حالا 3 تا اسما: خدا بیوتی، دنیا دادرسان، سینا ولی الله. اونی که من زندگی خصوصیشو ببینم خدا بیوتی، ببینم چه خبره، چی کار میکنم اینا، دنیا زندگی منو ببینه چون میدونم نمیره بگه، اگر من بره بگه اونجوری حالت پابلیک نداره. سینا باخت، سینا ولی با. سینا اگه خب زندگی تو ببینه دیگه کاملا دهنت خیلی سینا هم دیگه چون هیچ کدوم از این دوتا رو بهش نمیرسه آخری بهش میرسه. حالا چون دنیا رو انتخاب کردی که زندگی شخصی تو دیده بود، خود دنیا یه سوال ازت داره، ویدیو گرفته واسه خب این ویدیو رو برات پخش میکنم. این سوال دنیا از تو داره، از تو. سلام سلام صدف جونی، سلام آقا پاشا، سلام آقا کافیز. آقا سوال من از صدف جونه. صدف جون، یه خواننده ایرانی که قبلا راجبش فکر دیگه میکردی اما الان راجبش فکر دیگه میکنی کیه و داستانش چیه؟ چی شد که اینجوری شد؟ اوه مای گاد، اینو که گفتم. حالا ما نمیدونی. اوکی، اون خواننده کسی نیست جز همه میدونن، الان تو کامنت ها میگن بچه ها یک دو سه گوگوش راستیه سردر من گفته بودم قبلا. داستان این بود که ببین، من کلن مثلا از اون مدلایی نبودم که بخوام رو سلبریتی خاصی مثلا بمیرم براشو بخوام ببینمشو این حرف ها کنم، مثلا برام آدم های عادی بودن به جز گوگوش. یعنی ببین، گوگوشو من از بچگی، حتی تا همین مثلا چند وقت پیشم وقتی میرفتم کنسرتش میومد رو استیج، من همجوری مثلا گریم در میومد که مگه میشه یه آدم مثلا. خلاصه دیگه چند وقت پیش شد که یه کنسرت اینجا داشت و ما هماهنگ کردیم که بریم قبل از اینکه کنسرت شروع شه ببینیمش. دیگه فکر کنم من چه حالی بودم دیگه، یعنی قشنگ آشوب. ما رفتیم و مثلا اولی که 45 دقیقه جلوی در اونجا ما معطل شده بودیم که مثلا بتونیم بریم تو این حرفا، و ما اومدیم بریم، به ما گفتن که نمیتونیم با موبایل خودتون عکس بگیریم، اونجا عکاس هست ازتون عکس میگیره بعدا عکس رو براتون میفرسته. ما رفتیم، بعد مثلا خب خود خانم گوگوش که اونجا واسه بودن خیلی مثلا حالت مثلا بی‌حوصله و خیلی پوکر فیس، و ما رفتیم من گفتم سلام، گفتم سلام، خیلی خوشحالم میبینم، حالا من دارم میلرزم، من مثلا از این کارا نمیکنم ولی اصلا نمیدونم چه حالی بودم. بعد گفتم ممنون مثلا اینطوری، و اینا گفتم اوکی میتونیم یه عکس هم بگیریم؟ گفت بله. بعد دیگه واسه عکس رو گرفتیم و گفتن که مرسی، مثلا ما رفتیم. در شاید مثلا در از 10 ثانیه کل این داستان اتفاق افتاد. بعد من اومدم بیرون گفتم اصلا ببین، انگار تمام آرزو مثلا چیزای من خراب شده بود، یعنی کل کنسرت انگار من خونه زدم. جالب اینجاست که دنیا مثل اینکه تجربه مشابهی داشته برای همین سوالو. آره دقیقاً دنیا خیلی با خیلی گفت وقتی من اومدم اینو گفتم، دنیا گفت من همینطور شده بودم. هیچی دیگه، بعدن هم که تموم شد و اینا گفتم حالا حداقل عکس رو، آقا من هرچی بگیری کردم این عکس منو بدین، هی مثلا 2 ماه جواب نمیدادن، بعد که جواب دادن گفتن که او ببخشید شما و بانو توی عکس بعد افتاده بودین، عکس ها رو پاک کردین. او همینجا از خانم گوگوش دعوت میکنیم بیان ردلاین برای پاره از توضیحات، پاسخگو باشه. عکسمون واقعا ندادن، یادم نمیاد دیگه چی بود. خیلی خب، اینم دنیا که دوست داشت که سوالا رو بخواد، من این همه بچه بیوتیا میدونست. آره ما نمیدونستیم اسکی فبه. ما دو تا سوال پشت هم رفتیم، اگه میخوان شما هم دو تا سوال پشت هم برین که اوکی این مدلیش. توی هر کدوم میتونین یه اسم جدا بگین، بعد یه اسم جدا بگین. توی دوستای رپرتون فکر میکنین کی بهتره کلا از رپ و خوانندگی و اینا خدافظی کنه؟ آها خدافزی کنه. مثلا این کار نیست. ولی دوستتونه ها، نه اینکه مثلا عباس آقا. داریم همچی کسی. رپر. رسمن رپر دیگه، ادای رپ رو در نمیاره. دیگه حالا من نمیدونم، من اونقدر در رپ حرفه‌ای نیستم که بدونم. چی با خدافزی کنه؟ ای 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 آخ 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 آخ. من برم یه لحظه دیدیم. دیگه
من میگم ببین ایران غربیه ببین از خوانندگی خدافظی میکنه یعنی میتونه موزیک بسازه یا کلا باید موزیک خدافظی کنه. حالا از خوانندگی بعد میخونه دیگه، آهنگ سازیش اگه خوبه بخونه میتونه کارهای دیگه بکنه. من توهی رو انتخاب میکنم. توهی؟ آره من علیرضا جی جی رو انتخاب میکنم. ببین برای این که آقا اسمایی که بودیم همه خوب بودن چیکار کنیم؟ ما هر کیو گفتیم ریاکشن شما رو زدی. خواهش میکنم اسمالی نکنیم، اشتباه کردیم به نظرم. جریمه اگه میگرفتی بهتر بود. جریمه نمیشه ما آره ما باید جواب بدیم وگرنه که الان واقعا الان دقیقا خیلی خوب. من یکی دیگه هم داری خدمت شما. نه قربون آها قربون دوتا بگم بگم اوکی آره. اینو بگم خب شما بالاخره بعد از هر مصاحبه ای یا قبلش اینا میشین مثلا در مورد اون کسی که میخواین باهاش مصاحبه کنین صحبت میکنین، مثلا بعدش که مثلا لایو تموم شد میشین میگی، یا حالا هر موقعی که راجع به اون حرف میزنین ترجیح میدین که مکالمتون بعد از هر برنامه پخشه بدون اینکه خودتون بخواین، یا یه شب تا صبح توی تختی بخوابین که مثلا ببخشید 100 نفر رو تخته؟ گزینه بی 100%. ببین تو در نظر بگی، ما داریم میگیم پی پیه ببخشید نظر میخوام یه انسان علی جان شما اگه بدونید چه صحبت هایی میشه خوب همون پس بخواب گرمونه. حالا میذاره حقتونه داغم هست سرمون میخوان چی بگن. نه اصلا میدونم فالوورای من میدونم من چقدر اندوست دارم. همین الان تو استوری هم از تو استوری موجوده. هر به حسابی نوبت شماست. باید شما منم دو هم برو بریم. خب صدف جون از شما ترجیح میدی تا آخر عمر اختیار بادمعده خودت دستت نباشه، اما در عوض هر باری که میگوزی خب یه $5,000 میاد تو حسابت دیگه، حالا همه جایی میگوزی دیگه بستگی داره رندومه. خب یا علی اختیار جیشش رو از دست بده، اما هر باری که توی اماکن عمومی جیش میکنه اتفاقی $10,000 میاد تو حسابتون، کدومی که این دوتا آپشن انتخاب میکنی؟ خیلی باحال بود سوال، دمتون گرم. خیلی خوب بود. من گزینه یک رو انتخاب میکنم. پول کم میاد تو حسابا؟ اولا که گوز بیشتر میاد، درنش اگه بخوای در کل حساب کنی ترجیح تو پول بیشتری بیزینه زیره گایشت کرده گوز از فردا رو سوداست، از فردا رو نوشابه زدم. ببین ولی من اگه روزی 14 لیوان آب بخورم یه صد یه بار تو دیدی که من سری میرم دستشوی. دستشوی رو نیست بری، قراره تو پابلیک پابلیک اب نداره. ببین کات اون خوش لوبیا داره رو گاز میده کلا لوبیا پیش نخورده، ولی من میتونم فندق رو هر جا میرم با خودم ببرم. خب اجازه بده شما الان بری با یه چیزی فندق سگمونه. آقا فندق آها تعجب کردم فکر کنم لوبیا این همجوری فندق دست منه. ای بگی فندقه اپا چون این کارو میکنه این آفری $5,000 جیمی چگونه از پت خود میلیاردر شدیم آفری خیلی درست خیلی خوب بود. بریم برای شما در مورد مسئله بیزنسی سر نکن تو. آره واقعا آفری. من خودم فردا میخوام برم پت بگیرم اصلا. آره تو خیابون گوزا تو خدا قشنگ هر کاری میکنه میندازه گردنش. آها یه تفنگ گذاشتن روی شقیقه شما. با شما با شما هست، یعنی که تهش مرگ دیگه، یعنی چویسی نداری باید یکی از اینا رو انتخاب کنی و میگن که مجبور با یکی از این سه نفر سکس کنی. خب بله بله انتخاب میکنی شاهزاده سریم؟ ای واش. استاد باقری؟ اینو نمیخوام. وحید خزایی؟ شت.
اولی منم فکر میکنم شاهزاده سرین تمیزتر، ولی اولی خطر نیست. خطرنامه اون خطرنامه نگاه نکنین. زیر زمینه ببین. من اصلا سایت شو دیدم پاشا. من برای همین دیدم شما هم دیدی یه خطرنامه دوم که نیستم حداقل داره بهمون تجاوز میکنه. دوستی دوستی چی؟ آره نه 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 استاد از سوسیس حرف میزنه. حالا فردا میاد سراغمون. میاد دایره استاد شروع میشه. کراکف پنیر شد شاهزاده سرین برای جفتتون. آره ما سرینی هستی. ای وای الان سرین سرینو میاره رو خط اینجوری. خب سب کنید بچه رو خواستم این نفر رو بشنه. الان منتظره یه وجه شیر میخوام. آره کامی جان آره من دردی هم الان بعد وقت میشی آقا خیلی خوش بریم توی آها این از صدفه این سوال توی مهمونی که پر از طرفدارای خودت یا همون به اصطلاح بچه بیوتی هاست ترجیح میدی که علی جلوی دخترا لخت بشه یا دخترا جلوی علی لخت بشن تا آخر مهمونی؟ دخترا جلوی علی لخت بشن. واقعا؟ بابا حالا تو فکر میکنم مثلا علی دختر لخت کم دیده حالا مثلا ده نه 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 ده تا دیگه هم ببینه ده تاشون هم فرنچیز کرد من سلام میگم بچه ها ده تا دیگه هم بیان دایره خب بچه ها بگیم تو خودت کدوم رو ترجیح میدی؟ راست میگه قشنگ هرچی تو ترجیح میدی آقا ما که نگاه کردیم نه بگو واقعا تجربه خودت لغچی مثلا 100 نفر بچه بیوتی یا 100 نفر اونا لغچی به نظر من 100 نفر چون تموم میشه میره اون داستان ولی اگه من لغچم تو ابد به هر حال ممکنه لغت علی رو بدن لغت من دیده باشن عکساشو بفرستم خیلی خوشحال میشم باری کرد لغت منو ببینی آره چیزو میخوای بگی اینو چیزو یاکوزا رو آره آره یاکوزا رو بردن دیدن علی رضا باقایی که آقا پاشو کامبیز برای کار میری ژاپن برای کار میری ژاپن اونجا داری کار میکنی یا مشغول یا فلان یاکوزا میگیرن میبرنت با دستمن حالا یکی تونه رو باید برای جفتتونه میگن آقا رئیس یاکوزا یه بیماری داره بیماری هست که بهش میگم ببخشید بواسیر ایشونو بله انها در صورت این بیماری درست میشه که شما روز یک بار به مدت 10 دقیقه و سه ماه طول بکشه این داستانو ببوسی باش بر بری چون این باکتریا و اینا از بین بره اگر این کارو نکنیم اون 50% که حالا اونو که دیگه از بین رفت همون 100% متاسفانه از بین میره آیا شما 3 ماه روزی 1 ساعت به مدت 10 دقیقه بواسیر رئیس یاکوزا رو ماچوسه میکنی علی آپشنی گذاشتی برای ما اصلا آره دیگه گفت میبرن میبرن یاکوزا میبرن اونو که ببرن بکشن یا دیگه سلطان رو... یا سلطان رو میکنن میندازن جلو سگ که بخوره آره دیگه آره. بخوره ولی من... 3 ماهه این پروسه یعنی بعد از 3 ماه خوشحال برمیگردی فقط 3 ماهه خوشحال برمیگردی یعنی ما راضی بودیم تو 3 ماه فقط 3 سال اول خوشحالی از اینکه برمیگردی پول بهت میدن رئیس یاکوزا خوب میشه یه پولی هم میدن برگرده بود این تیکه لایف قطع شده بود که پول میدن بهمون رو نمیدونستی خب تو وسواس شدی الان که پولی شد بذار ببرن ببرن الان که خب ببرن پول نمیدن نه تو اصلا من لیست میزنم پول بدن لیست میزنم نه من پولم ندن ببرن هر کاری میکنم بکنن اونجا نمیرم نمیرم اون دور جا نه نه اون دور جا نمیرم اون جا نمیرم خداحافظ ریسی بیلا رو بزن خداحافظ نمیشه اینو کارکن نیستن خدا وکی کارکن به ژاپنی باید بنویسه خب زنده با اسپانیا گیر بیافتیم سعید کمک میکنه ولی کامبیز گفت لیست میزنه کامبیز رو
حتی چون یه پولم آخر میدن و خوشحال میفرستن. آقا به بیشتر پول میده. راضی باشه بیشتر پول میده. برو کامیتوی. آقا از علی میپرسم. خسترین یا عجیبترین آدم معروف ایرانی که تا حالا اومده دایرکت صدف کی بوده و چی گفته؟ من میدونم کی بوده. خسترینی که من میشناسم چی گفته؟ کی بوده؟ چی بوده دیگه ده؟ ندا یا چی بوده فکر کنم؟ داستان مال قدیم ولی فکر میکنم همین ایشون بود چجایی که من میدونم یادم نیست ولی چی بود خودم هم حتی واقعا دایرکتی هایی متنش یادم نیست چونش وقت جواب ندم من میگم حالا که این یادت نیست بعد یه آپشنی بگی که یادت بیاد پول مگزین دید پول مگزین آره دوتا به ما دادی آره خدا نمیان اونجوری مثلا دایرکت تو میان صدا خدایی نمیان من کاری ندارم با ما بعدم همشون یکم فکر کن سکوتم از رضایت همین چند وقت همین اتفاق هم که حالا خرز من نمیدونم ولی تنها کسی که یادم میاد عجیب حالا به نظر من آره همین چند روز پیشا هفته پیش اینا مستر تیستر اومده بود دایرکت تبلیغ میخواد مردونا خوب بود برام خیلی با اومده با هر عنوانی که بگی موافق ای کلش آها خب شما هر کدوم حالا تقریبا میدونم نگیر میرسالهی رو ولی حالا میتونین هم اون رو انتخاب کنین یا میتونین هر کدوم یه اسم دیگه بگین از یه مثلا یه نفری که روش خیلی کراش دارین و خیلی دلتون میخواد مثلا با این بودین و اینا مثلا که بگین آه بعد ادامه داره یکی رو بگیم همه که گفتی و من پاشه اگه میشه بگینه خب آره ببندیم من میبرم من ترلانو هستم اوکی ترجیح میدی که این آدم دوست دخترت اگر بود یا زنت بود یا حالا هر چیز به هر حال همیشه مثلا باهاش بودی و اینا صورت شبیه همین چیزی که الان هست بود بدنش میمون بود ای وا یا بدنش بدن میمون بود صورتش میمون بود بدن شبیه آدم بود منتها موقع عملیات شریف شما نمیتونی کیسه بکشی کیسه سرش و گونی نداریش اکسی اکس هیچی باید ببینی باید ببینم حالا چه بدنش میمون باشه چه صورتش با چشم باز باید عشق رو ببینم بعد برعکسش دیگه میتونم فقط صورتش رو ببینم دیگه نه به هر حال میدونی دیگه خب نه حالا من نگاه نمی کنم فقط صورت رو نگاه حالا می تو چشتو به من دیگاه آره. منم با من چشاتو باید باز کن من اگه بتونم چشام ببندم که میگم بدنش خودش ببینه آخه ببین همش که اونجا نیستی که مثلا یه موقع باید خواهی داشتی مثلا میدونی آها راست میشه باید سریال باش ببینی صحبت عملیاتو کرد من فقط رفتی اون برام نه من وای چقدر تا میام اینو قاطع بگم یه اون اونقدر قاطع نیست ولی من بدن انسان صورت میمون آره منم بدن انسان میخوای بکشی در رو گذاشت کارتنایی که تو گذاشتی بالاخره یه جای کار به هر حال دیگه برم بریم غلطه ولی راست میگه یه مهمونی و اینا و هم میمون ببریم اینجوری آره من میگم خودمون نشون بدم من اینجوری میمون ببریم آنیتا لفت کنم این بابا را دیست هم شوخی میکنم میگه ای بابا انبازی در ایتا دوباره ماسک زدی اومدی در بیاریه آره ولی بدن انسان لطفا آره منم بدن انسانم ولی شد خیلی خوب بریم برای این سوال از هر دوتونه هر کدومتون بگین که اگه قرار بود با یه دیوونه بازی تو اینستاگرام معروف بشین ترجیح میدین چیکار کنین من یک هفته است دارم این سوال فکر می‌کنم جوابی براش پیدا نکردم من فکر میکنم جواب داده دوستانی که رقصیدن آخه رقصیدن که دیوونه بازی و لخ شدن رقصیدن آها باید یه دورچینی داشته باشه آره. فقط رقصیدن نه ببین اونایی که علی جون تو میگی اول کارهای دیگه کردم بعد رقصیدم
نه خیار الان مد شده، من خیار تو حلقم میکردم. خیلی عبدالی بکن از این من میاد تو مثلا پوز میکاش بچه ها امشب همه آنلاین باشیم با بادمجون دارم میکنم. آقا چیز جدید ورژن بادمجون تو حلق احتمالاً این کار خوب بود. خوب بود صدف. من چیکار میکردم دختر؟ با یکی دیگه از این دیوونه ها دعوا را مینداختم. اوه حاشیه حاشیه ببین قشنگ بیزینس وومنه. ببین یه دعوایی را مینداختم که هنوز من مثلا بالاخره یه ذره وجهه خودم حفظ شه، ولی خب اینا با هم دعوا را میندازن همش چیز دیگه، همش ببین یه جا رو اشتباه نکن، باید ادامه بدی تا معروف بشی. یه بار دعوا میشن دیگه میشن ادامه میدن کلا کارت دعوا را بنداز. آره دیگه میرم دعوا میکنم مثلا پوششون میدم بعد اونا جواب بدن بعد مثلا من هی مرد خفگی با شال طولزش هم میذاره. خیلی خب بچه ها بریم. شمایی داری؟ به یادمون میره که ما هم بعد سوال بپرسیم. خب سه تا از دوستاتون رو هر کدوم بگین که اینا مثلا یا مدلن یا قابلیت مدل شدن رو دارن. آها بگین. سوال البته فالو آپ کوشن هم داره. حالا اول اینو بگین تا من میترسم یکی رو بگم شتکمون کنن. واسه بگیم که سه نفری که مدل نیستن، یعنی یا مدلن یا میتونن مدل باشن. یه نفر. آها یه نفری که مدله. سه نفر. که مویا مدلن یا شما فکر میکنین که قابلیت مدل شدن دارن. حالا اگر یعنی معروف باشه به هر حال. شادمانه ملیکا زمانی عرضم به خدمتت که درسا جنتی تو هم بگو دیگه. خب تو تکراری نمیشه باشه چون بگم درسا رو میخواستم بگم و معروفم بخواد باشه مدلم باشه مدل نباشه مهم نیست. آره مدل نباشه مهم نیست الان پروانه. اوکی به شما میگن که شما باید یک نفر رو از این سه نفری که گفتین انتخاب کنین که ازش عکس نود بگیرید. نود و کیو شما انتخاب میکنین که تو ذهن خودتون، یعنی ممکنه اصلا واقعا اینطوری نباشه ولی تو ذهن خودتون فکر کنین اون شخص با این کار اوکیه. ملیکا زمانی. جواب منم هم همین بود واقعا، ولی حالا نمیدونم اگه باید یه چیز دیگه بگم. دیگه نه خب ممکنه جواب من همین بود. مثلا هوا کنه عکس بگیری شما. پوزیشنو دیدی؟ هوا کنه شما عکس. من فیلم میگیرم، میخوای عکس تو بگیری. آره یه پروداکشن با هم انجام میدیم. آره. پس ببین کجا ما رو به کجا رسوند. ببین یه اویی که هوا کرد آخر ساعت. خب خب وارد یه فاز جدیدی میشیم به اسم این یا اون. آره ما این سری به شما هم استثنان به خاطر آخرین برنامه پیشنهاد دادیم که شما هم این کارو بکنید. کردید این کارو؟ سوال خیلی دیر به ما پیشنهاد دادید. من اینو علی کردم یه چند تا من دارم والا. خیلی خوب حل تو دارم با شما. یا این یا اونه یا آره یا نه، یکی از این دوتا تا جواب. اوکی تا حالا بچه بیوتی رو علی کراش زده؟ میگن حالا بعضیا که مثلا علی چه مثلا آدم من نه هیچ چه دیگه نه یعنی دیگه محلید قشنگ به چشم پدر زده نه بابا. آخه دیگه پدر خیلی خوب. تا حالا شما دوتا سر یه بچه بیوتی دعواتون شده؟ نه. خب شده. میخوای شما بذار علی هم بپرسه اون سوال؟ آره شما بپرسه. من برم. آره شما دوست داشتی که البته این یکم طولانی داره. شما دوست داشتی که هوملس باشی ولی به مدت یک سال، نمیدونم این جزء این کاتگوری میاد یا نه، ولی شما دوست داشتی هوملس باشی ولی به مدت یک سال هر کی دلت بخواد بیاد و باهاش رابطه داشته باشی و بعدش هوملس بشی، یا اینکه در سن 60 سالگی بدونی که 5 میلیون دلار به حسابت وارد میکنن. من هوملس میشم و بیان بچه ها بیان دایرکت. خب من 60 سالگی 5 میلیون شماره کارت بدم. آره بعد دایرکت دایرکت
من 60 سالگی به درد نمیخوره. ببین تو ولی در نظر نگرفتی هر کی دلت بخواد تو کره زمین میتونی باهاش ببینی، هر کی هوملس میشه، هوملس میشی بعد، یعنی میفتی کنار خیابون و ملت بهت یه پولی میدن غذا میدن. نه خب خیلی راحت نیست انتخاب این دوتا، یعنی منم اینجوری نیستم آخ جون دومی، ولی ترجیح هم دومیه. چون دومی زنده باد، زنده باد. این بریم با شما اینا با دو تا ما من یکی دیگه دارم. ترجیح میدی تو بند شاهزاده سرین دایر زنگی بزنی بک وکال باشی، یا تو کنسرت سیاوش قمیشی اون پشت لخ باله برقصی؟ اون پشت لخ باله میرقصم برای سیاوش قمیشی. آره لخت ها لخت لخت پاش اینجوری. آره. من تو کنسرت رو شست پام راه میرم. گفتی شاهزاده رو منم اون شاهزاده رو انتخاب میکنم. چه باحال، ما اصلا به مشکل نداریم. بعدش هم شب بعد بریم پیش هم دیگه. این خواست پوله ببین بند تور میرین، تور میرین، تور میرین، کل دنیا رو میدی باش. ایول افتاده دیگه، ما که بایارو باید بخوابیم. منم میریم دیگه بچه ها، بریم برای بعدی. فهم شما برو بریم، برو بریم. دیوونه اینترنتی هستش که با کاراش حال میکنی اما رود نمیشه بگی، یعنی تو پابلیک نمیگی این قضیه رو؟ آره با کاراش، با خودش شد مثلا، ولی مثلا ببین روش فاز منفی نداری، اوکیه به نظرت، یعنی فانیه مثلا میخندی، ولی خب رود هم نمیشه یه جا میشینی صفت ساپورت کنی یارو رو. برای قضایی دقیقی خیلی خوبه، خیلی خوبه، نمیدونم ولی هنوز هست اصلا تو اینستاگرام. آره آره، بیشتر یه سال ندیدمش، دنبال پیجشم بودم چند وقت پیش، ولی آره خیلی خوبه، یعنی من خیلی میخندم. رفته که گفتی از ایران اون رقصه رو از اینجا آوردی تو ایشه برو. بریم برای آها این سوال. یه کارگردان پورن معروف تو کالیفرنیا، کالیفرنیا یا یه بیوتی بلاگر معروف تو کره شمالی؟ یه کارگردان معروف تو کالیفرنیا، کارگردان پورن، پورن ولی کالیفرنیا تو کالیفرنیا، کارگردان پورن شما جفتتون اصلا دیگه عزیزم دارم یه سوالی میپرسی قربونت برم جواب علی جوابو خوش دادم علی اصلا دلش خواست کارگردانی آره کجا ثبت نام میکنن قربونت برم فرمشو باید بفرستیم دایرکت. خیلی خوب بریم بچه ها، شما داریم؟ شما سوالی من یکی دارم، نه فکر کنیم ولی تو هم حالا داری میخوای تو نگاه تو میگه دو ترجیح میدی دست راست یعنی معاون کیم جون اون باش جونگ اون باشی رهبر کره شمالی، یا اینکه یک کارمند ساده در سوئیس، کارمند بانک ساده در سوئیس باشی؟ دقیقاً جبران کرد سال قبل ما. آره کارمند بانک ساده در سوئیس. منم کارمند بانک وزیر، من معاون که دو ماه نیست اصلا. زنگ بزن خوب ممکن جاشو بگیری یا ممکنه من بابا اسنپ میگیرم میره با سریانشو اوش بابا خیلی. آره بعد اینجا با هم دیگه میریم کارمند میشیم. اوکی خب من میرم فکرم از صدفه. بله بله صدفه. 10 سال بدون میکاپ یا 2 سال بدون میکلاف؟ بکنم اولیه رو میگه. نه ببخشید بکنم دومیه رو میگه. نظر من دومیه. ببین 10 سال و 2 سال بدون میکاپ که ما دیگه خب دیگه نمیشه که. نه خیلی به بیزینس دقت نکن، فقط خودت نمیتونی این کارو بکنی. آره اوکیه، کلا تو ایونتی تو هیچ مراسمی هیچ جای میکاپ من اصلا اگه مجبور نشم میکاپ نمیکنم. من اینجوری نگاه نکنم، من همیشه با همون گوجه و پیژامه و شیف میتونه بکنه یا اونم نه؟ آره آره شیف میتونه. سوال را علی خدا رو خیالش راحت شد. آقا
مجبوری این کار من به جریمه نرسید. من دلم خواست جریمه باری چند میتونی داوطلب شی. حالا بذار بریم جلو. من میگم به عنوان آخرین برنامه ردلاین یه سوال و جواب ندید. زشته. بیننده اینجاست. یه سوال و جواب بیننده برای جریمه اومده. سوال سخت بعد بپرسید. بابا دست مریضا چه سوالای خوب و پاکیزه‌ای واقعا. بابا رعایت کردیم به من خوشم برم یه جوری. بچه بیوتی ها ما رو ترسوندن. خب برو. مجبوری دروغ سنج نصب کنی روی یک کدوم از خودتون دوتا صدف. رو خودت نصب می‌کنی برای همیشه یا رو علی؟ رو علی. فکر کن به جوابت ها. میدونی که بعد شاید همیشه ناراحت بشی از این سری مثلا اومده سر فیلم پورنه و اینا هم نگفته آیه خب استخدام شدم. خب آخه اگه من دروغ بگم لو بگی بدتر ناراحت میشم که اینم هست ولی اون برم احتمالش رو در نظر اینم از اون در اومد. خب آخه تو اگه قرار بود لو بگی که اصلا دروغ نمیگفتی. آفر لو نره یعنی چی میگه ببین. ولی از یه طرف هم دوست داری همیشه اگه دروغ میگه طرفت لو بده که تو بفهمی هرچی آره. حساب میکنه نه دروغ سنج به علی بس میکنه. اصلا من یه چیزی بگم ایشون یه دروغ سنج خودکار رو من داره مثل که اینجوری من اصلا دهن باز کنم میفهمه احتیاج به این داستان خب من اصلا این رو نمیدم اما که فهمیدم چیش ما بعد سبک عجیبیه خلاصه این ژنتیکی عالی. خیلی خوب سوال آخر رو بپرسه باشه. نه اون بچه ها دیگه نداشت دارید سوال دیگه دارید ای دارید که حال داره صدف بپرس صدفشم بپرس اوکی. آخه اینو یه ورژن دیگه شو خواهر دارین؟ من نه 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 ایرانی ها ندارین الکی. نه به خدا نه به خدا نه به خدا من یه برادر دارم. پس نمیشه چه باید چیزاشون میکنن. این آپشن رو بهتون میدن که این جرمو بندازین گردن یکی از دوستاتون که شما در برین ولی اون آدم رو اعدام میکنن. اینو گردن کی میندازین؟ آها باید بندازیم؟ آره دیگه. خب باید بندازین گردن یکی از دوستامون. گردن کی بندازیم؟ رسمن دارم برای خودم یکی رو میکشم ها بمیره دیگه. آره دیگه یا رو میگیرم میمیره ولی نوجوامردانه هم میمیره بدبخت. آخه نه کاری که نکرده به خدا حاضرم خودم بمیرم ولی آخه که ببین آدمی رو بگیم که معروفه دیگه. آره چون غیر معروف اسمش فایده نه. آها بعد اینجوری بگی اینجوری باید فکر کنی گردن یکی بندازم که اینو میکشنش. حالا مثلا میتونی یه جوری فکر کن که مثلا این آدم حالا توی دنیا نبودم حالا به کسی زیاد سر نمیخوره. ما دوستامون همه به درد دارن. آخه واقعا نداریم همچین کاراکتری که بخوام اینجوری فکر کنیم. من که شوخی خنده بریم دیگه ها. آره تهش باید شوخی خنده بریم که آره تو رو میکشم تو ما رو نکشی. این مدلی میشه ولی واقعا نداریم. آخه من یکی واقعا غیر معروف دارم بندازم گردن. آره من اگه غیر معروف بود معروف بگین که حداقل بقیه هم بشنسن که بتونن بعدن به اون آدم بگن بیاد دایرکتتون. نمیشه دوستمون نباشه؟ آره میشه اینجوری راحت تر میتونیم جواب بدیم. آره. خب اینه که هر کیو میتونم بگم به نظرم یه ارتباطی آخه دیگه بازم سخته علی بازم سخته ببین. آره بازم تو حساب کن باید خیلی کار سختی باید ببین. مثلا اون سوال اولی اینجوری بود که طرف مثلا به درد خوانندگی نمیخوره. این یعنی اینکه طرف حالا مثلا واقعا نبودم نبود مثلا تو آخه حالا دیگه من چه آدمی ندارم. جریمه نداری؟ دیدی بهشون نگفتی بگو بگو خب خودت بگو منتظرم اینم تو چی میگی. من گفتم یه اسمو دارم فکر میکنم واقعا هم آخه مرگ دیگه ته قضیه است واقعا نامردیه. ولی اگه بخوام گردن یه آدم معروف بندازم خب میندازم گردن همون علیرضا جی جی که زودتر گفته بودم اسمشو دیگه. ایه رسمن بدت میاد نه بعدم نمیاد بابا تو بشو منو میدازی یه جایی منگنه ای که من باید یه عجب آدم هایی علیرضا جی جی عجب دیوارش کجاست عجیبه. نه من گفتم به تو بس نمیتون. آره. بیا بابا بیا بیا. خب من توی معروفا بخوام بندازم دیگه این که کاتگوری نداره دیگه. من مسعود تلکیبی رو میندازم گردن. آها
شما دیوونه ها رو مگه داشتی دیگه میشه شما علی رضا رو کشتی علی نه من که انیوی گفته بودم علی رضا میاد داره با هم صحبت میکنیم اوکی ولی خب ما داریم دو تا سوال آخر رو بپرس ببین توی مهمونی میریم ترجیح میدی که علی بوی عرق بده یا تو بوی گلاب عرق تن منظورت آره ولی یا صدف بوی گلاب من بوی گلاب میدم تصورش بعد همه هم میگم الان بوی گلاب مده عزیزان من مده 2020 هیچ چی دیگه فردا همه بوی گلاب میدن صدف یه عطر براش اومد بوی گلاب میداد با یکی از گرونترین عطرهای الان بازار یه جوری خود گلاب گلاب انگار گلابه یعنی انگار گلاب داری میزنی به نظرم یا من چه شعله زر زیاد میتازم میتونم بگم مثلا شعله زر پخته بودم امروز بوی گلاب میدم ولی بوی عرق بود چی هم جواب داره باریکالله بریم برای آخر ببین یه آرایشگر عروس باشی توی یه سالن درجه 3 یا آرایشگر اختصاصی بی بدی سنگین پرسیدین آقا دیگه آره هم بده حالا جریمه داریم حالا جریمه رو بگو ببینم شاید جریمه رو انتظار ببین چند تا جریمه خوب داریم به نظر من این سوالو جواب ندین تا ما جریمتون کنیم به 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 جریمه اول من خودم جواب ندم و دیدی جریمه رو شدیدم جواب دادم جریمه اول به علی ربط داره میخواستیم بگیم که علی جون سیبیلا رو زحمت بزنه چی شد؟ آره اگه صدف موافق باشه علی باید سیبیلاشو بزنه آقا سوری من تعادل هم باید دست میزنم من مثل گربه هم خوره بگیم ببین اگه سه نفر موافقت کنن دیگه هیچ رأیی نداری علی جون متاسفم خب حالا بقیه جریمه ها رو بگو ببینید خیلی خب بقیه‌اش ممکنه دیگه صدفشون به خودت ربط داشته باشه باید یه استوری بذاری 6 ساعت خب می نویسی آره می نویسی بیوتی بت با بهترین ضرایب به انفجار بعد پایینش هم می نویسی خبرهای زود به خوبی خبرهای زود خبرهای خوب به خوبی من یه دفعه یه شوخی کردم با اسم خودم 3 سال پیش 50 بار بعد از اون توضیح دادم که این شوخی بود هنوز که هنوزه بعضی رو میگن این اسمش علکیه این اسمش صدف نیست این باسه همون من این استوری رو بذارم تا 10 سال دیگه باید جواب پس بدم که تو چرا تبلیغ رو بهت کردم یه آپشن دیگه هم بهت میگم بی خیال نمیشن ملت خب بگو یکی دیگه هم بهت میگم ببین بذار این کدوم این باحاله نه اینو بگی نه آره خیلی آره چند آره. جریمه هاتون خیلی باحاله آها این آخری رو بگو به نظر آخر بزار آخری آره تو بگو پاش بگم خیلی خوب یه استوری میذاری خیلی جدی اصلا شوخی نداری میگی که در مورد آرایش خلیجی صحبت میکنی و میگی که ترند امسال آرایش خلیجیه آره این استوری 24 ساعت اینم مثلا خودش هم آرایش را بکنه خلیجی یا نه دیگه اون دست خودشه بعد کامل توضیح بده دیگه استاد ماشاءالله خودش دیگه برای بعد بگه دیگه چیکار چه جوری ترند شده این آرایش حالا آپشن من یا آرایش خلیجی نمیدونم یا بیوتی بت بچا تا 3 دقیقه دیگه هم باید اون قرض میشه آقا چی داستان اون سوالی هم که پرسیدی به خاطر اینکه واقعا آرایش خلیجی آقا سیبیل من چند ماه اینو علی آرایش خلیجی گذاشتم اینو من میخوام اینجوری اینجوریش کنم یه جوری صدا خودت چاوش بدم آره مثل پاشا چند وقت گذشت اینجوری شده این یه ماه نه یه ماه ما شما بودیم بابا یه ماه نیم پیش دارید یک ماه و یک روز ماشاءالله مال من دادی عزیزم آقا دومادت نگذاشت باری کلا باری کلا باری کلا با ماشین نشسته اونجا با ماشین نشسته اونجا وای برمن واقعا با ماشین اونجا نشسته بودم داشت کن دارم تایمه میزن آخرش باری کلا باری کلا آقا این سه تا شده دو سه نفر سه تا کردی میگم جینگ جینگون اونگ بیاد سراغت علی بای بزن همه شو حد دارم قرونت برم آیه نه بزن همینجوری خدا بزن همینجوری بزن خدا بزن همینجوری خدا بزن آره شما تعادل دمت گرم. باشه با دستشو بگیرم.
چقدر حال داده میشم. این طولانی ترین لایو ما بود، نزدیک یه ساعت شد. واقعا یک ساعت شد. بذار یه اسکرین شات بگیرم قبل از اینکه بریم. آره حتما. خب منم با یه سیبیل گرفتم. اون موقعی که دو سیبیل داشتم نگرفت. حالا یه بچه اگر اسکرین شات خوب گرفتین بعدا بفرستین. بچه دمتون گرم تا قد نشده. واقعا برای اینکه آخرین جلسه از ما دعوت کردین خیلی خوش بود. آقا مرسی از سوالاتون فوق العاده بود. دمتون گرم. مرسی از قربونت برم. در مراقب خودتون باشید. مرسی از همگی که بودین. بچه ما خدافظی میکنیم. این آخرین قسمتمون بود. تا بعدا با خبرهای دیگه زود میایم.